با سلام، نوروز و سال نو یعنی آغاز دوباره فصل زندگی. همانند سایر جوامع و فارسی زبانان جهان، باشندگان هرات هم به گونه ویژه‌ای به استقبال سال نو و نوروز می روند. در این برنامه بیشتر به رسم و انعنات و تحولاتی که طی 4 دهه اخیر در نحوه برگزاری و تجلیل از سال نو در ولایت هرات ایجاد شده است، بیشتر صحبت خواهیم کرد. با وصف ایجاد تغییرات فراوان در سبک زندگی مردم هرات، با آن هم مردمان بومی این شهر فرهنگی تلاش می کنند تا رسوم و انعنات مرتبط به سال نو را زنده نگه دارند. برپایی جشن نوروز برای مردم هرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امساله شهروندان این شهر تلاش می کنند تا با حضور در تفرجگاه ها سال نو را گرامی بدارند. طبیعی است، شما میدانید که 4 دهه گذشته 4 دهه بسیار پرتحول افغانستان سپری کرده، چه به لحاظ مهاجرت ها و جنگ های داخلی و چه هم 2 دهه گذشته که عصر تحول و به اصطلاح نوین در افغانستان نامیده میشه. در بود پیشرفت تکنولوژی و تغییراتی که در این عرصه در افغانستان آمده و پدیده های جدید و مدرن که از جهان بیرون ما رو متاثر ساخته، به خصوص رسانه های ملی و بین المللی، شبکه های اجتماعی و انواع ابزار و آلات تکنولوژیکی به نوع تاثیر گذاشته بر زندگی مردم افغانستان و این تاثیرات در مناسبت ها به ویژه نوروز هم قابل رؤیته. از سالهای گذشته تا امروز وقتی ما میبینیم بخشی از انعنات و بخشی از اون رسم و رسوم قبلی کم کم فراموش شده و یک سلسله ارزش‌های جدیدتر جایگزین شده. شما بهتر می‌دانید که نوروز یکی از مسائل ملی و فرهنگی افغانستان هست و نه تنها افغانستان بلکه آریان‌های کهن هست و قطعا پیشینه هزاران سال تاریخی داره و در واقع به عنوان یک جشن باستان مطرح است. خب هرات هم به عنوان ولایتی که قطب اقتصادی و فرهنگی افغانستان است و با مسائل فرهنگی عجین هست، بیشتر از هر ولایت دیگر به پیشواز از نوروز میرن و در واقع به دامان طبیعت میرن. استفاده از نوروز طبیعتا مردم هرات به جشن و پایکوبی میپردازن و در واقع به رفتن به دامان طبیعت هرات، در تفرجگاه های هرات به تفریح میپردازن، در واقع سفره هفت‌سین پهن میکنن، دید و بازدید دارن از اقوام دوستان و در مجموع تلاش میکنن که در واقع استفاده از امیر برای نشاط و برای شور و هیجان استفاده کنن. از دیگر انعنات دیرینه و کهن هراتیان همزمان با سال نو خانه تکانی هست. مردم هرات باور دارند با شروع سال نو باید کینه و کدورت را از خانه و ذهن خیش بیرون ریخت و سال جدید را با ایده های نو و قلب مملو از نیکی آغاز کرد. زنا در ولایت هرات همه ساله چند روزی که به نوروز میمانه از خانه تکانی شروع تا نو کردن بعضی از وسایل خانه تا رفت و روب تا آماده سازی هفت سین و هفت میوه برنامه متنوعی دارن که میخوان همون 2-3 روز اول سال را در کنار خانواده تجلیل بکنن و آرزوی سال خوب و خوش را برای خانواده خود داشته باشن، برای جامعه خود و برای اجتماع خود داشته باشن. زنای هرات همواره تلاش کردن که یک خانه امن و یک خانه بسیار با صلح و صفا و صمیمیت را داشته باشن و آرزوی چنین خانه و خانواده را بکنن. خب شما بهتر میدانین با توجه به بافت‌های سنتی و بومی در جامعه افغانستان متاسفانه سالهای قبل یک سلسله واکنش‌های منفی و فرامنطقی و فراعقلانی بود نسبت به نوروز. واکنش‌های منفی وجود داشت و در واقع برگزاری جشن نوروز یا تجلیل از جشن نوروز به اصطلاح خلاف شرع و شریعت و احکام دین میدانستن. متاسفانه عده‌ای که هنوز آگاهی لازم و کافی نداشتن و بوجهه دینی میدادن به این مسئله، در حالی که در واقع جشن نوروز و مسئله نوروز یک مسئله فرهنگی و باستانی هست.
به این خاطر من تا خوشبختانه با توجه به اینکه در چند سال اخیر به ویژه اطلاع رسانی از جامعه رسانه‌ای ولایت هرات و در مجموع از طریق فضای مجازی و فیسبوک و روشن کردن ذهن همه باعث شد که در واقع دید مثبت پیدا بشه و در واقع امروز جشن نوروز بیشتر برگزار بشه. همزمان با استقبال شهروندان هرات از سال جدید هجری خورشیدی، این شهروندان انتظار دارند سال 1398 هجری خورشیدی سالی آکنده از آرامش و برقراری صلح دائمی در افغانستان باشد. ما هم برای شما خوبان سالی مملو از موفقیت و تندرستی آرزو می‌کنیم و در هر کجای دنیا که هستید آبتان سرد، نانتان گرم و ایام به کام شما باد. بدرود. تشکر از اینکه برنامه‌های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقه‌مند برنامه‌های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایید. اگر دوست دارین برنامه‌های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایید. و اگر می‌خواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنید.